همه مردم، آحاد مردم مخالف ناامنی و اختشاش هستند به بهانه مطالبات، و از اون طرف هم همه مسئولین الان هوشیار هستند برای پیگیری مطالبات و پاسخگویی به نیازهای مردم. در حال حاضر بین اعتراض و اختشاش باید ما تفکیک قائل بشیم. الان اعتراض وجود نداره، اختشاش وجود داره و هدایت موضوع از بیرون داره صورت میگیره. یکی از افتخارات این نظام این بوده که ما دارای بالاترین امنیت در منطقه هستیم. این برهم زدن امنیت قطعا به نفع مردم نخواهد بود. مصالح و منافع عمومی جامعه رو در بر نمیگیره. باید هوشیار بود. یه عده‌ای به دنبال مسائل دیگری هستن، اصلا داخل این مجموعه نیستن که آسیب اقتصادی دیده باشن. اینها به دنبال مسائل دیگری هستن که با اصل نظام، با ولایت، با این کشور خصومت دارن. خب طبیعتاً حساب اینها باید جدا دیده بشه. مطمئن باشیم هر جایی که دشمن خوشحال شد حتما یه جایی کارگیر داره، و شاید ایده هم واقعا ندانسته وارد این موضوع شدن، اما یه ایده حتما مغرضانه وارد این موضوع شدن. باید اینها، مردم هم ناراضی هستن. شما هم دیدید در همه شهرستان ها مثلا، خب تعداد واقعا تعداد محدودیه. رو همین اصل باید مردم هم کمک کنن. عرضم به حضور شما با انسجام ملی، با وحدت داخلی، این موضوعات هم جمع میشه. و البته روسیایی میمونه برای اونهایی که دارن حمایت میکنن، روسیایی برای امریکایی‌ها میمونه، برای بعضی از کشورهای همسایه ما که متاسفانه دارن حمایت میکنن. ضمن این که مطالبه گری دارن، ضمن این که اعتراض دارن، باید حتما صفشون رو با اونایی که اهل تخریب اموال عمومی هن، اهل هنجار شکنی هستن، اهل ایجاد درگیری و آسیب هستن، باید فاصله خودشون رو با اینا حفظ کنن. و یقینا اون کسانی که برای مردم هزینه درست میکنن طبیعتا باید هزینه رفتارشون رو بدن. راهکارش در همین قانونگذاری ها هست. به هر حال در نظام جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای نهادی و قانونی و ساختاری لازم وجود داره برای پیگیری مسائل و مشکلات و حل این مسائل و مشکلات. رضا، من معتقدم زمانی که دشمنای اصلی جمهوری اسلامی ایران مثل ترامپ، مثل نتانیاهو و دیگران میان سعی میکنن آتش در این آتش رو دامنش رو فراگیرتر کنن، حتما باید مردم عزیز ایران توجه کنن که وارد میدانی نشن که این میدان رو دشمنان ما برای ما طراحی کردن.